نیروهای امریکایی موازه حوسی ها در یمن را مورد حمله قرار دادند. و تعداد بیشتری از تیاره های بدون سرنشین یا درون های حوسی ها را شبنگام برای حفاظت از تردد کشتی های تجارتی سرنگون کردند. کماندان سنت یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده هشدار داده است که این تلاش ها به تنهایی مانع حملات حوسی ها به کشتی ها در دریای سرخ و خلیج عدن شدن نمی تواند. واقعا مهمترین چیز این است تا حوسی ها توانایی اکمال از ایران را نداشته باشند. اوسی ها چیز را ساخته نمی‌توانند، بلکه آنها قطعات را کنار هم گذاشته و بسته بندی می آنها توان ساخت میزایل های بالستیک میان را ندارند. فرمانده ناظر بر عملیات نظامی امریکا در شرق میانه هشدار می دهد که اقدامات بازدارنده در برابر نیروهای نیابتی ایران موقتی است و ایران به های نقش خود در خشونت در سراسر سر شرق میانه را باید بپردازد. آیا آنها هیچ گزینه ای را پرداخت نمی کنند؟ فکر می‌کنم آنها هیچ هزینه ای را پرداخت نمی کنند. اگر کدام کشتی جاسوسی ایرانی وجود دارد که اطلاعات را جهت هدفگیری و کشتن کشتیدانان آلاسکا و داکوتای شمالی فراهم می کند، پس چرا ما آن کشتی ها را غرق نمی کنیم؟ من گزینه ها را ارائه می کنم. از اقدامات سایبری گرفته تا اقدامات نظامی و همچنان خطر تشدید تنشها را برای همه این گزینه ها شناسایی می کنم. خب ما همیشه در مورد تشدید خطر صحبت می ایرانی ها این دید را برای ما ایجاد میکنند. گروه حماس مورد حمایت ایران صدها نفر را در حمله 7 اکتبر به اسرائیل قتل عام کرد و هنوز هم شش نفر امریکایی را گروگان نگه داشته است. از آن زمان به بعد حوسی های مورد حمایت ایران بیش از ده کشتی تجاری را مورد حمله قرار دادند که در آن آخرین حمله سه عمله کشته شدند. نیروهای نیابتی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه بیش از 170 حمله علیه نیروهای امریکایی را انجام دادند که در آخرین حمله آنها به نیروهای امریکایی در اردن در اوایل سال جاری سه نفر کشته شد. کورلا به قانونگذاران امریکایی گفت که چندین تماس قبل از آن حمله مرگبار در اردن وجود داشت ولی به گفته این جنرال امریکایی پاسخ ایالات متحده به آن حمله و شمول کشتن قمندان گروه کتایب حزب الله مانع اقدامات گروه های شورشی شده است فکر می کنم یک پیام بازدارنده بسیار قوی را فرستاد و ما در 32 روز گذشته در عراق و سوریه هیچ حمله نداشته ایم اما می توانم بگویم که این بازدارندگی موقتی است. مارک مونتگومری، افسر سابق بحری ایالات متحده می گوید باید ایرانی ها پاسخگو قرار گیرند. شما باید این کار را در همان لحظه توسعی یافتن آن انجام دهید و اما نباید منتظر بمانیم تا زمانی که یک کشتی امریکایی ضربه ببیند و بعد اقدامات قویتر را علیه ایران و تأمین کننده هویا انجام دهیم. با وجود شواهد علیه ایران با شمول ضبط تسلیحات ایرانی توسط نیروهای امریکایی در مسیر انتقال آن به یمن ایران تامین سلاح و تجهیزات به حوسی را رد می کند فرخنده تلویزیون آشنا صدای امریکا، واشنگتن